همیهنان گرامی، درود بر شما. گفتگویی داریم امروز با آقای روزبه دادوند، یک جوان ایرانی که تحصیلات خودش رو در رشته فیلم و سینما به پایان برده و تز پایان تحصیلیش فیلم کوتاه مصدق است. روزبه در آمریکا در شهر فیلادلفیا به دنیا آمده و برای ساختن این فیلم چندین بار به ایران رفته و مطالعات زیادی انجام داده. این یک فیلم داستانی است که یک دکتر آمریکایی در روزهای پایانی زندگی دکتر محمد مصدق به احمدآباد میره و روزبه دادوند یک داستان زیبایی رو به تصویر کشیده. داستانی که واقعیت‌های بسیاری هم در اون نهفته است. گفتگو می‌کنیم با روزبه دادوند. آقای دادوند، درود بر شما و با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. سلام علیکم، چطوری؟ خوب هستین؟ آقای دادبه، این فیلم با موفقیت زیادی روبرو شده. انگیزه شما برای ساختن فیلمی در مورد دکتر محمد مصدق چه بود؟ ببینیم، تا 7-8 سال پیش هیچ وقت اسم مصدق نشنیدم، تا موقع نویسنده سیدن همین کتاب آغوش آزمن نوشت. اون موقع اولین بارم بود که اصلا مصدق شنیدم و بعدش شروع کردم که این تاریخ ایران از این زمان ایران بیشتر بخونم و وقتی خوندم بیشتر علاقه داشتم که اصلا علاقه گرفتم دوش شخصیت مصدق کی بود. بعد میگم فارسی زنده بخشید. نه خیلی عالیه. I became more interested in this area, this period of time in the history of Iran. I was never aware of Iranian history prior to the Shah, or prior to 1970 Shah. How old were you? چند سالتون بود؟ الان که 30 سالمه. اون موقع که مثلا 22 تو دانشجو بودم. یعنی تقریبا 8 سال پیش، درسته؟ 8 سال پیش حدودا. موقعی که آب شازمن اومد بیرون اونو خوندم و بیشتر که میخوندم خیلی احساسی داشتم که I was inspired. میفهمی جان؟ I was inspired by Mustadik's character. I was inspired by what happened to him. I was inspired because in essence, Mossadegh is one of the few political figures in the history of Iran, and probably one of the few political figures in the history of the entire world that had not a corrupt bone in his body. He was a khali in front of Sharif Bud. He represented justice. He represented democracy, and he stood to the, he held to those ideals as throughout the entirety of his time as prime minister and in his life. He was a very noble man, and he and his actions were very noble, and he was consistent in that regard too, and those are very rare qualities to find. And the more that I read about him, I was inspired by that, and I also felt a sense of sadness by it also, because this was these noble elements in this man were stifled and then left to be forgotten, and the political history of Iran progressively gets worse, in my opinion, after him. So that motivated me to want to make a film that explored this. And there were some challenges to making a film. این فیلم که ساختم این تزم بود که من در دانشگاه جنوب کالیفرنیا در USC سینما خوندم. این تز که می‌سازیم باید فیلم کوتاه باشن. من می‌خواستم یه فیلمی بسازم که هم برای ایرانی ها بتونم بسازم و هم برای آمریکایی ها که هیچ وقت اسم مصدق هم نه اونا هم نشنیدن. I wanted to make this film for Americans. I wanted to make this film for Iranians. Not just, I mean, most Iranians I think are aware of Mossadegh, but I'm not sure how true that is. There might be a generational gap. I wanted to make a film for young Iranians. So I spent a few years researching, like, موقعی که دانشجو وقتی سینما میخوندم، کارگردانی میخوندم، اصلا برای یه دو سال فقط کتاب میخوندم
در مورد مخدر. چه کتابایی روزبه جان؟ چه کتابایی؟ این کتاب‌های بود، خیلی بود، اصلا کتاب‌های بود از استادهای آمریکایی و استادهای ایرانی. یکیش بود هوماکو کاتوویان بود که در آکسفورد درس میده و چند تا کتاب از فامیل مصدق، یکیش از فرهاد دیبا و کتاب خاطرات مصدق، اونم خوندم و کتابای کلی از تاریخ ایران خوندم، زمان ایران خوندم که خیلی خودم قبلا نفهمیدم اصلا تاریخ ایران، خیلی خودم که خیلی خوب آشنا نبودم دیگه، خیلی من مهم بود که این تاریخ های خوب بفهمم که بتونم یه فیلم خوب بسازم. I had to do a lot of research to make a film that I thought to do my best to make a film that was authentic in its representation of the time period. شما گفتید گفتید که به نظر شما مصدق، سرگذشت مصدق یک تراژدی بود و میخواستید که این تراژدی رو به تصویر بکشید. فکر میکنید چقدر موفق شدید در به تصویر کشیدن این تراژدی؟ Depends on whether you think the film is good or it depends. I mean, I try to think of it because I'm من که آمریکا دنیا آمدم، اینجا هم بزرگ شدم. It's an honor for me if people, if older Iranians that have grown up in Iran and that have experienced some of these this period of time. آقای دادوند، ساختن این فیلم چقدر زمان برد؟ چه از نظر تحقیق و چه از نظر پروداکشن یا ساخت فیلم؟ بیشتر که ریسرچ میکردم اون که خیلی طولانی بود، یعنی مثلا من حدودا یه سال نیم دو سال فقط ریسرچ میکردم کتاب هایی میخوندم و با فامیل مصدق هم مصاحبه کردم. با کی؟ محمود مصدق نوه دکتر مصدق میشه اصلا اون و پسرش با اونها صحبت کردم و یکیشم به اسم متین دفتری؟ متین دفتری نبود، اون رو در ایران تماس گرفتم و صحبت کردم. در سال 2017 احمد آباد هم was a very خیلی چیز sad experience for me because یعنی شما رفتید به ایران، رفتید به احمد آباد، درسته؟ بله جان، احمد آباد رفتم که دیگه میشه فکر کنم 60 یا 70 کیلومتر از تهرانه و گفتید که خیلی غم انگیز بود ها و سعد. بله جان، it was because he's buried on the floor there and it was sad. من دو روز اونجا رفتم and there was elements about it to me that were sad when I had read about Ahmedabad before I had gone and I wasn't quite sure what to expect. I mean, I'd read that it was a beautiful area and the land was beautiful. But when I got there, it was a village in Iran and the outside of it was, it looked very ordinary and I didn't know that this was it. It seemed very... در مورد ساخت فیلم و اون گروهی هم که داشتید خواهش کنم کمی توضیح بدین. شاگرد بودیم، دانشجو بودیم و همشون نیگه آمریکایی بودن و با اونا هم هیچ به اسم مصدق نشنیدن هیچ وقت و اونا هم زحمت کشیدن، هیچ کدومشون مثلا پروفشنال نیستن. شاگرد که هستیم، همکلاس که هستیم، پول نمیگیریم دیگه، ساختیم حدودا دو هفته فیلم برداری بود. این هم فیلم برداریش زمستون 2008 فیلم برداری بود، 2008 یعنی که قبل از انتخابات 2009 بود و بعدش برای یه سال ادیتینگ میکردیم. اونا که ادیت کردن خودشون هم آمریکایی هستن و همکلاس هستن و پولم نمیگیرن دیگه ادیتینگ میکنن، برای همین مثلا پروداکشنش
طولانی میشه دیگه. فیلم برداری چند ماه طول کشید، مثلا 4 ماه طول کشید که فیلم برداری کنیم، یعنی preparation برای فیلم برداری 4 ماه طول کشید و بعدش editing و sound design این چیزها رو اونم یه سال نیم هم طول کشید. و دلیل این که خیلی طول کشید که هیچ کدوم پول نمیگیرن دیگه. هم کلاس هستیم و کلاس داریم و ما وقتی وقت خودمون وقت آزاد داریم دیگه روی این کار میکنیم. اینطوره دیگه. روزبه جان الان شما فارغ التحصیل شدی، you graduated right؟ فعلا که آره، تازه دارم میام بیرون و معمولا آره دیگه با تز میریم فستیوال و اگر هیچ فرصت پیدا کنیم دیگه که مثلا یه فیلم بلند، یعنی فیلم پروفشنال بتونیم این کار بسازیم دیگه اون کار میکنیم. و دیگه احتمالا چند ماه دیگه یا برای یه سال دیگه میرم تو فستیوال اگر امیدوار باشم، و بعدش که دیگه یا باید یه رای پیدا کنم کار پیدا میکنم. الان هم کار پیدا میکنم، مثلا رو کامرشل کار میکنم، رو چند وقت برای نشنال جیوگرافیک فیلم برداری میکردم، رو میوزیک ویدیو کار میکنم و فعلا هم دارم مینویسم، مثلا فیلم نامه، یه فیلم نامه در مورد مصدقم دارم مینویسم، دارم روش کار میکنم و غیر از اون داستانهای دیگه هم دارم روش کار میکنم. اصلا رب ایران یا رب چیزهای سیاسی هم نداره و در چند فستیوال گفتی نمایش داده شده، در کدوم فستیوال ها بوده و استقبال چجوری بوده؟ فستیوال دیگه تازه شروع شد، یعنی که اولین یه فستیوال ایرانی در لس آنجلس نشون دادن در اسمش به نام نور ایرانیان فیلم فستیوال، این در تو ماه آگست نشون دادن. بعدش تو دو تا فستیوال در لندن تو ماه اکتبر نشون دادن و فعلا همین. و قرار این که تو یه فستیوال در پاریس در مارچ، در ماه مارچ نشون بدن و تو ایروین کالیفرنیا تو ماه ژانویه هم نشون دادن. یعنی در ایروین این نمایش عمومیه دیگه یا اونم فستیواله؟ نه فستیواله، همشون فستیواله، همشون فعلا که آره تو فستیوال میره و بعدش دیگه انشالله میتونم پخش کنم یا مثلا آنلاین بگذارم یا کاری بکنم. اوکی پس در ژانویه هم در ایروین، در ایرانیانی که در ایروین هستن میتونن برن به اون رو نگاه کنن در اون فستیوال. اسم فستیوال چیه؟ اسم فستیوالش ایروین اینترنشنال فیلم فستیوال است. فستیوال بین المللی ایروین. بله جان. آره و دیگه برای خیلی فستیوال ها تو دنیا تقاضا کردم دیگه، فیلم ببینیم که چه جاهای دیگه چیز. روزبه جان این فیلم چقدر هزینه داشت و هنرپیشه‌هایی که در این فیلم بازی میکردن چقدر کمک کردن به شما؟ خیلی زحمت بازیگرها، یعنی ساری بازداوودیان، بابی نادری، دامن گرین، خیلی زحمت کشیدن که اصلا رو فیلم من میخواستن بازی کنن. اونا هیچ پول نگرفتن. این فیلم که میسازیم، تز که میسازیم که برای دانشگاه جنوب کالیفرنیا هست، یه چیز یه اگریمنت دارن با یونیون بازیگرا در آمریکا که میشه سکرین اکترز گیلد، یه اگریمنت دارن که نمیخواد پول بدیم که اگر لازم بود که پول با بازیگرا بدیم دیگه شاگرد فیلم بسازه هستن. ولی اونا خیلی هم خوب بودن، برای چند ماه چند ریهرسل داشتیم، چند ماه کار کردیم با هم که قبل از فیلم برداری خودش مثلا 10 روز بود، 10 روز بود. بیشتراشون هم فیلم برداری کردیم در لس آنجلس، مثلا 60 مایل شمال لس آنجلس و یه روز هم شمال سان فرانسیسکو، اونجا هم فیلم برداری کردیم که بتونیم بیرون احمدآباد
بسازه. و خلاصه که اونا خیلی زحمت کشیدن، مثلا دوربین فیلم پروفشنال گرفتیم و دونیت شد، یعنی خیلی دونیشن ها گرفتم، کار کردم و که مثلا خرج فیلمش پایین تر باشه. روزبه جان، من خودم و از طرف جبهه ملی ایران از شما تشکر میکنم و به شما تبریک میگم به خاطر ساختن این فیلم زیبا و امیدوارم که این فیلم با موفقیت بیشتری روبرو بشه، کما اینکه هنوز حالا هم بسیار موفق بوده، در هر جا نمایش داده شده بسیار بحث انگیز بوده و به خصوص این کار شما بسیار ارزشمنده، برای اینکه مصدق مغضوب هر دو رژیم بوده، هم در رژیم پهلوی و هم در جمهوری اسلامی سعی کردن که چهره بدی از مصدق نشون بدن و مخدوشش کنن و این تلاش شما از این جهت بسیار زیباست که با امکانات کم و محدود سعی کردید که یک تراژدی سیاسی ایران رو به تصویر بکشید. از شما سپاسگزارم. خیلی خوب گفتید، منم یک کاپی میفرستم براتون و انشالله هم دوست داشته باشین. انشالله هم که همه هم میبینی که ببینن دوست داشته باشین. بسیار سپاسگزارم آقای دادمند از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید. گفتگو کردیم با روزبه دادمند، کارگردان و تهیه کننده فیلم زیبای مصدق. همونجوری که آقای دادمند گفتن، ایشون دوست دارن که یک فیلم بلندی در مورد دکتر مصدق بسازن. امیدوارم که با کمک جامعه ایرانی بتونن به این مهم نائل شن. با سپاس از توجه شما به این برنامه، با سپاس از کانال یک برای پخش این برنامه، تا هفته آینده بدرود و پاینده ایران.